تمدید حکومت غنی در بدیل معامله 2 میلیون دلاری با قاضی القضات. قاضی القضات افغانستان سید یوسف حلیم طی یک توافق پنهانی در بدیل 2 میلیون دلار آمریکایی و ترفیع تعدادی از خویشاوندان و بستگانش مدت حکومت وحدت ملی را برای اشرف غنی تا برگزاری انتخابات بعدی یعنی تا 6 ماه دیگر تمدید کرده است. این تصمیم استر محکمه افغانستان که هیچ بنیاد قانونی ندارد و نه در قانون اساسی و نه هم در سایر قوانین نافذه کشور پیش بینی نشده است. یک تصمیم فراقانونی و بدور از صلاحیت استر محکمه و قاضی القضات به شمار می رود که اینک ماهیت این تصمیم آهسته آهسته آشکار می شود که در بدیل یک رشوه هنگفت فساد مالی و سیاسی کلان شکل گرفته است. یکی از مامورین بلند رتبه حکومتی گفته است که در این معامله پنهانی در پاسخ درخواست اشرف غنی قاضی القضات از وی خواسته است 2 میلیون دلار به شخص آقای حلیم قاضی القضات و چندین رتبه جنرالی به نزدیکان و خویشاوندانش بدهد که نشانه این توافق را می توان در تصمیم های اخیر رئیس جمهور مشاهده کرد. یکی از آن موارد برای مثال این است که شخصی به نام سمونوال حیات الله هاشمی که خواهرزاده قاضی القضات بوده و قمندان قطعه محافظت قضات بود و چندین قبل به اساس تکمیل شدن سن قانونیش به تقاعد سوق داده شود. اینک به اثر این توافق به طور غیر قانونی در ظرف 1 هفته رفع تقاعد می شود و رتبه جنرالی برایش داده می شود. گزارش های موثقی وجود دارد که رفع تقاعد و اعطای رتبه جنرالی به آقای حیات الله هاشمی بدون پیشنهاد رهبری وزارت داخله صورت گرفته است. این در حالی است که اشرف غنی خود در زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود به شدت از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین انتقاد می کرد که بعد از اول جوزا حکومت وی مشروعیت ندارد و همواره از وی میخواست که به کارهای غیر قانونیش پایان بدهد. ملتی که با آزادی تمام در شرایط مناسب بتانه راجع به زعامت آینده خود تصمیم آزاد، شفاف و بدون استبداد در فضای آزادی را انجام بدهد. بنابری اگر جناب رئیس جمهور سرشترنگ موتر خواب نمی بودن، ما امروزی موضوع رو نمی داشتیم. 2 سال است آیا متن سری قانون اساسی را حکومت ما نخونده؟ واضح و مشخص است که مدت کار جنابشان در اول جوزا تمام می شه. مسئولیت از کیست؟ مسئولیت از حکومت که قانون پیاده کنه، قانون عملی بسازه. عملی شدن قانون از کدام را میشه؟ از رای قانون انتخابات. قانون انتخابات پیش بینی کرده 140 روز قبل از آغاز انتخابات باید کاندیدا را برشان اطلاع داده شه و شرایط خاص گذاشته شود. آیا این شرایط عملی شده؟ نخیر.